به نام خاک پاک ایران و به نام اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه دوم، درود میفرستم خدمت همه شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که زندگی میکنید. مهران کمالپور هستم در 21 آذر ماه 2576 شاهنشاهی در خدمت شما هستم. پیش از اینکه صحبتم را آغاز بکنم، 21 آذر ماه بازگشت آذربایجان به دامان خاک پاک کشورمون رو به همه همیانان عزیزم شاد باش میگم. اما دیشب در برنامه فیسبوک لایو من در قسمت آخر که توضیحاتی رو دادم در بخش سوم، یک اتفاق نادر رخ داد و حالا نمیخوام دیدگاه های دایجان ناپلونی داشته باشم، اما در برنامه فیسبوک لایو این یک اتفاق نادر هست. عزیزانی که فیسبوک لایو اجرا کردن میدونن بعد از پایان باید پایان ضبط رو بزنید تا داون بشه و تو فیسبوک قرار بگیره و من این کاری کردم، اما شور بختانه قسمت آخر گفتگوی من وجود نداره و کات شده، قیچی خورده، نمیدونم چطوری شده، چه اتفاقی افتاده و نمیخوام بگم دیدگاه دایجان ناپلونی داشته باشم. اما تصمیم گرفتم دوباره این بحث رو یک مقدار مفصل‌تر تکرار کنم، بدانی که بحث بسیار بسیار مهمیه و همیهنانم رو باید من آگاه کنم. دوستانی که دیشب تا پایان گفتگو با من همراه بودن فکر میکنم که شنیده باشند، در رابطه با ادامه زلزله ها صحبت کردم که زلزله ها ادامه پیدا خواهد کرد و خصوصا در دیما زلزله ها اضافه خواهند شد و دیشب من این گفتگو رو داشتم، امروز شاهد این بودیم که در کرمان با 6.3 ریشتر این زلزله اومد و ظاهرا تعدادی از عزیزان ما هم جون خودشون رو از دست دادن، عزیزان کشور. و 5 دوستانی هم که من نام بردم بیشتر از همه در معرض خطر زلزله هستن: استان فارس، استان کرمان، استان سیستان و بلوچستان، استان تهران و استان کرمانشاه بود. اما در مقوله فیلم صحبت کردم، یعنی نقش هنر هفتم در سیاست، همونطوری که دیشب هم گفتم یه قسمتش هست در ویدیو دیشب، سینمای جهان در بسیاری از مواقع برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان جهانی یک سری فیلم‌هایی رو اکران جهانی می‌کنه، پخش می‌کنه در جهان که هم بازخورد مردم در سراسر جهان معلوم بشود و هم در داخل کشوری که میخواد اون سیاست رو به اجرا بذاره. و اگر بازخوردش خوب باشه و یک نظرسنجی کلی صورت گرفته باشه، خوب باشه، قطعاً اون اتفاق رقم خواهد خورد. و بسیاری از مواقع برای بیان برنامه‌های در دست اجرا در آینده این فیلم ها ساخته میشه. و تا الان خیلی از دوستان، خیلی از کسانی که صاحب تریبون هستن در تلویزیون های مختلف در این مقوله صحبت های زیادی رو انجام دادن. اما نکته نظر من در رابطه با فیلم ایرانی رسوایی شماره 2 ساخته یک قاتل جانی بلفطره به اسم مسعود دهنمکی است که در کشدار کوی دانشگاه در سال 78 نقش عمده ای داشت، در سال 88 نقش عمده ای داشت و یکی از کسانی بود که با اراذل اوباش دست به این قتلا در خیابان میزد. بعد از ساختن رسوایی شماره 1، یک فیلم کاملا فکر میکنم حالا سعی بیشتر میشه گفتش که تجاری بود، سعی در داشتن گیشه رو داشته از نظر ساخت، در رسوایی شماره 2 کاملا ماهیت اصلی این فیلم تغییر کرده، یعنی اطلاع رسانی و یک سری اخبار اومده در فیلم داره انجام میده. ما اگر خواسته باشیم نگاه موشکافانه به فیلم رسوایی شماره 2 داشته باشیم، میتونیم بگیم از لحظه اول سیاست های اجرایی این رژیم رو داره نشون میده در رابطه با دلیل اعدام هایی که در داخل کشور صورت میگیره و اینکه یک نمایشی بیش نیست و اینکه قصد دارن فقط ایجاد رعب و وحشت بکنن با اعدام در ملأ عام. و
از دقایق نخستین این فیلم شما با یک عدد روبرو میشید به عنوان 50%، به عنوان 50% تخفیف، و این 50% در تمام فیلم به چشم میخوره. چند تا عدد در این فیلم بسیار استفاده شده، یکی 50%، یکی شماره عدد 17 هست و یکی عدد 598. فیلم اشاره داره به این که در دنیای امروز ایران حق‌کشی زیاد میشه، عدالت نیست، و اکبر عبدی به عنوان ایفاگر نقش اصلی این فیلم که نقش یک روحانی آخوند رو داره اعلام میکنه که تا زمانی که خدا ما رو تکون نداده خودمون بیایم به خودمون یه تکون بدیم، عدل رو برقرار کنیم، ظلم نکنیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم. و این یک اتفاقی رو رقم میزنه. حالا ببخشید عزیزان، حالا در ابتدای این فیلم یک جمله ای رو مسعود دهنمکی اومده بیان کرده به عنوان اینکه این فیلم در یک شهر خیالی هست. اما چرا این شهر خیالی؟ باید اتفاقاتش دقیقا مثل اتفاقات پایتخت یعنی تهران باشه معلوم نیست. در طول اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم در این فیلم و اکبر عبدی بیان میکنه که به دلیل این ظلم ها هستش که قطعا زلزله ای رو خواهد داد، مسئولین شهر در تکاپوی این میفتن که جلوی این حرکت رو بگیرن، مردم نترسن، از شهر فرار نکنن، زندگیشون رو بکنن، بگن این یه شایعه است و هزار تا چیز دیگه. اما فیلم میخواد این اشاره رو بکنه که یه زلزله در آخرین چهارشنبه سال که جاری هست در اون هستیم این اتفاق میافته، یعنی چهارشنبه سوری. اما اون اعداد چیز دیگه ای رو دارم میگم. اعداد در سیاست نقش بسیار بسیار مهمی رو بازی میکنه در ایفای سیاست گذاری ها. ما اگر دقت بکنیم ورود خمینی ملعون به داخل کشور در 12 بهمن 57 بوده. اما چرا صبر میکنن 10 روز بگذره و تاریخ پیروزی خودشون رو 22 بهمن اعلام میکنن؟ عدد 22 عدد پیروزی جمهوری اسلامی هست، 22 بهمن. اما در ادامه اگر نگاه بکنیم در طول جنگ 8 ساله بارها و بارها قطعنامه‌های مختلفی صادر میشه برای آتش بس میان ایران و عراق و ایران قبول نمیکنه، یعنی در واقع جمهوری اسلامی پذیرا نمیشه، تا میرسه به قطعنامه 598. جمع این سه عدد رو اگر با هم دیگه در نظر بگیریم 5 به علاوه 9 به علاوه 8 میشه 22، یعنی باز عدد پیروزی جمهوری اسلامی. در این فیلم شماره هواپیماهایی که در فیلم نشون داده میشه 598 است، یعنی باز 22 نشانه پیروزی جمهوری اسلامی. در طول فیلم بارها و بارها عدد 17 رو میبینید و دوربین زوم میکنه رو عدد 17 در آسانسور. جمع عدد 1 و 7 میشه 8 و 8 عدد رسیدن به آسمان یا همون به قول ما عامیانش مرگ است. و تجمیع اتفاقاتی که در فیلم میخواد اعلام بکنه و خبرساز هست و این پیام رو میخواد به مخاطب برسونه این هست که در تاریخ 22 یک اتفاقی میافته. حالا کدوم 22؟ که خیلی از بین میرن، مسئول شهر یا همون حالا ما میگیم شهردار
در پاسخ به سوال ملای توی فیلم یا هم اکبر عبدی که سوال میکنه چند درصد چقدر از افراد در این حادثه کشته خواهند شد، میگه در لحظه اول حداقل 2 میلیون نفر، در لحظه اول حداقل 2 میلیون نفر. ما چند ساله که الان بحث اینو داریم میشنویم که در تهران زلزله خواهد آمد، اینها هیچ کدوم بحثاش بیهوده نیست. در این فیلم اعلام میکنه طبق نظر کارشناسان هر 200 سال به 200 سال، 300 سال به 300 سال یک بار یک زلزله بسیار بسیار قدرتمندی در تهران اومده که باعث نابودی کامل تهران شده. در کجای تاریخ ما اینو خوندیم که تهران در اثر یک زلزله بسیار قوی نابود شده؟ در طول 1000 سال، 2000 سال، 200 سال چم هیچی. پس یک برنامه هایی در حال اتفاق افتادن هست. اما عزیزان، در کنار اینکه این زلزله زلزله زمینی خواهد بود و همینجوری وقتی نزدیکتر میشیم به پایان سال این تعداد زلزله ها مخصوصا در دیما افزایش پیدا خواهد کرد. من نه پیشگو هستم، نه کفخونی میکنم، نه علم غیب دارم. من بررسی میکنم اخبار و چیزهایی رو که خود سایت ها دارن میزنن، از طرف دانشگاه تهران داره منتشر میشه، اینها رو میشینم بغل هم میذارم بررسی میکنم، با یک سری اسناد دیگه جنبندی میکنم، به یک سری اتفاقاتی میرسم، به یک سری از هدف ها میرسم، به یک سری از برنامه هایی که دارن اجرا میکنن میرسم. مثلا دیشب که ما صحبت کردیم، من صحبت کردم در فیسبوک لایو، نمیدونستم امروز میخواد زلزله بیاد تو کرمان ساعت 6:03 ریشته، اما اعلام کرده بودم این برنامه ها تو دستشون هست، هر کسی بره مطالعه بکنه میتونه به این نتیجه ها برسه. کار سخت نیست، فقط باید چیدمان پازل ها رو بلد باشه، چیدمان گفتار ها رو بلد باشه، ضد و نقیض ها رو در بیاره، بدونه چی رو باید کجا قرار بده، بنویسه و بتونه اون تجمیع چهره واقعی جمهوری اسلامی رو شبیه سازی کنه. و هرچه از دیما ما بگذاریم، از نخستین روز دیما، این حجم و تعداد زلزله نه پس لرزایی که امروز در کرمان و در کرمانشاه شاهد هستیم، به پس لرزایی که با 1.5 دهم ریشتر یا 2 دهم ریشتر که محسوس نیست تا 3 اصلا نمیتونه آدم بفهمه، اونا رو منظورم نیست. زلزله‌ای که در مقطعی به بیش از 7 ریشتر خواهد رسید و بیشتر از همه استان کرمان و استان تهران در معرض خطر هستند. اما هدف اصلی هم این نیستش که حتما زلزله ای میاد که زمین بلرزه. احتمال داره یک زلزله ای بیاد که تن و جون ماها بلرزه، یعنی یک قتل عام صورت بگیره. من نمیخوام مردم رو بترسونم، هدفم اینه که مردم باید هوشیار باشن که هر کاری میکنن با برنامه باشه، با علم باشه، با دلیل و برهان باشه، با مطالعه باشه و بتونن اگر قدمی رو میخوام بردارن در هر راهی چطوری باید این قدم رو بردارن که آسیب نبینن، راه درست رو پیدا کنن برای جلوگیری از آسیب. و امیدوار هستم که این تاریخ، یعنی از نظر من چیزی که من محاسبه کردم و نوشتم و به جایگاهی که باید ارسال میکردم ارسال کردم، این اتفاق از امروز یا از ابتدای دیما تا پایان سال جوری بتونیم کنترلش بکنیم که مردم ما، مردمی که در طول 39 سال میانان عزیزم پوزش میکنم که این دفعه با این شرایط خدمت رسیدم. اما در ادامه بحثی که نیمه کاره ظاهرن دوباره اومده بالا، باید عرض بکنم که اتفاقاتی که در طول این روزهای آینده
تا قبل از پایان سال یا آغاز سال نو به وقوع خواهد پیوست. شرایط بسیار بسیار حساس و حیاتی رو برای هممیهنان عزیزمون در کشور داریم. نمیدونم چرا ویدیوهای من نصف کار پیچی داره میشه و به جاهای حساس که میرسه نمیذارم بیاد بالا، اما اینو عرض کنم، منظور در فیلم رسایی شماره دو اگر بیان زلزله هست، صرفا نباید توجه بکنیم به خود زلزله. بسیاری از موارد میتونه دست به دست هم دیگه بده و شرایطی رو ایجاد بکنه تا بر اندام هر انسان عاقل و خردمندیشی به لرزه بندازه. و زلزله یک استعاره است، یک اشاره است، یک کده. ما به این کدها در این فیلم ها باید توجه کنیم. اگر عزیزی سوال میکنه که چه راهکاری وجود داره، راهکارها تعدادش بسیار بسیار زیاده و یک کارگروه تخصصی در حال بررسی این کارگروه هست. اگر شرایط ما نگاه بکنیم از امروز و روز به روز که میریم جلوتر و با گذشتن از مرز دیما، ببینیم چه اتفاقاتی میفته، قطعا به یک سری از نتایج خواهیم رسید. پس شرایطی که در فیلم رسوایی دو مسعود دهنمکی داره به اطلاع میرسونه، با توجه به این که در مراحل ابتدایی در سکانس‌های ابتدایی فیلم اعلام میشه که روز رستاخیز و روز حسابرسی نزدیک هست، این حسابرسی و رستاخیز از طرف مردم برای جمهوری اسلامی نیست، برای کسانی هستش که مسعود دهنمکی به عنوان یکی از مزدوران جمهوری اسلامی، جیره‌خوارهای جمهوری اسلامی داره اشاره میکنه. کسانی که به ماهیت جمهوری اسلامی آسیب رسوندن حواسشون جمع باشه که روز حساب نزدیک است. و مواردی که ما داریم این روزها میشنویم در رابطه با 22 بهمن بسیار بسیار حساسه. من نمیخوام مردم عزیز کشورم و یا اپوزیسیون ها رو یا افراد رو بترسونم، نه، تنها دلیل صحبت های من داشتن برنامه، داشتن یک استراتژی درست در قبال هر نوع فعالیتی هست. اینکه بدون مدیریت، بدون برنامه، بدون چشم‌انداز های درست علمی و با دانش و تجربه های لازم حاصل بشیم دست به هر کاری بزنیم، بیشتر شبیه کارهای احمقانه است و دقیقا همون اتفاقی میافته که در طول این 39 سال افتاده و نتونستیم کاری بکنیم. پس امروز جای این رسیده که به جای تعصبی برخورد کردن، به جای خرافه گرایی، دست بزنیم به یک نوزایی دیگر، دست بزنیم به یک رنسانس دیگر، دست بزنیم به خرد گرایی و با خرد مقابله کنیم با تعصبات کورکورانه و خرافه پردازی. و اگر صحبت‌های من در رابطه با 22 بهمن یا در ادامه در مسیر پایان رسیدن این سال هست، صرفا جهت هوشیاری مردم عزیز کشورم هست. هر انسانی برای حفظیت خودش، برای امنیت خودش میتونه برنامه ریزی کنه چه کار باید بکنه که در شرایط بحرانی به راحتی بتونه از اون مسیر بحران خارج بشه. شرایط بحرانی زلزله میتونه باشه، سیل میتونه باشه و در خیابون میتونه به رگبار بسته بشه. اینها رو باید دقت کنیم. شرایط عادی و نرمالی نیست. پس خواهشی که دارم این فیلم رو ببینید، ببینید که به چه جمله هایی دارن تکه میکنن، چه جمله هایی رو دارن تاکید میکنن. و امیدوارم که این بار این ویدیو پیچین نشه و حساسیت نداشته باشن رو حرفای من و بذارن که مردم عزیز کشورم به صحبت های من قشنگ برسن و گوش کنن. در هر کجای دنیا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو دارم. شب و روزگار بر همه شما همیهنان عزیزم خوش. پاینده ایران و ایرانی. جاوید اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه دوم. تا درودی دیگر، بدرود.